اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. خانم هاین سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی حمیدانی هستم، این چشم انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید. در ایران 11مین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شده. انتخاباتی در سایه رویدادهای پشت سر همه ماهای اخیر در ایران. در ادامه برنامه چشم انداز بامدادی به طور مفصل به انتخابات در ایران خواهیم پرداخت که هنوز به طور دقیق مشخص نیست میزان مشارکت در آن چقدر بوده. سایه کرونا ویروس در ایران، سازمان بهداشت جهانی مرگ و میر فوری بر اثر این ویروس در ایران را خطرناک توصیف کرد. برخی کشورها آمده شد با ایران را محدود کردند. دولت اما میگوید اوضاع تحت کنترل است. و درباره طرح صلح میان آمریکا و طالبان هم خواهیم گفت. طرحی که مشخص نیست آیا باعث برقراری صلح در افغانستان خواهد شد یا نه. نظرات شما را هم پخش خواهیم کرد، همه پس از مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان از جلال فرهنگ، تهیه کننده برنامه اینجا لندن است، رادیو بی بی سی. در ایران با پایان رأی‌گیری در انتخابات مجلس، شمارش آرا در نقاط مختلف این کشور آغاز شده. پیشتر مقام‌های ایران چندین بار مهلت رأی دادن را تمدید کردند تا افرادی که زودتر نتوانستند رأی دهند، بتوانند رأی خود را به صندوق بیاندازند. مقام‌های حکومتی از مردم خواسته بودند که در رأی‌گیری شرکت کنند، اما شماری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی و مدنی خواستار تحریم انتخابات شده بودند. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش مواردی از ابتلا به ویروس کرونا هشدار داده که در آن مبتلایان با چین یا افرادی که ابتلای آنها تایید شده بوده ارتباط مشخصی نداشتند. تدروس ادهانون مرگ 4 نفر ظرف 48 ساعت در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت با افزایش موارد ابتلا در خارج از چین، فرصت برای مهار شیوع ویروس کمتر و کمتر می شود. امیر پیام گزارش می دهد. تا کنون در خارج از چین 1152 مورد ابتلا به کرونا در 26 کشور شناسایی و 8 مورد مرگ تایید شده که 4 مورد از آنها در ایران بوده است. مقام های ایران میگویند با شناسایی 13 مورد جدید، شمار مبتلایان قطعی در این کشور تا ظهر روز جمعه به 18 نفر رسیده بوده است. در ایتالیا پزشکان از مرگ نخستین نفر بر اثر ابتلا به این ویروس خبر دادند که مردی 78 ساله بوده است. مواردی هم از ابتلا در اسرائیل، لبنان، امارات متحده عربی و مصر گزارش شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF ایران را رسما به لیست سیاهش بازگرداند. این نهاد که برای ارزیابی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده، در پایان نشست دوره‌ایش در پاریس اعلام کرد که به دلیل خودداری ایران از پیوستن به 2 کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با این 2 موضوع، این کشور را در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار می‌دهد. به دنبال توافق آمریکا و طالبان، دوره 1 هفتهی کاهش خشونت‌ها در آن کشور از ساعت 12 شب گذشته به وقت کابل آغاز شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، جنگجویان این گروه را دعوت کرد که به توافق پایبند باشند، اما در این حال تأکید کرده که آنها هم باید آماده باشند تا در صورت نقض احتمالی از سوی طرف مقابل از خود دفاع کنند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته نیروهای امنیتی افغانستان در حالت دفاع فعال قرار خواهند داشت. و در آمریکا برنی سندرز، کاندیدای پیشتاز برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، به روسیه هشدار داده که در انتخابات کشورش دخالت نکند. هشدار آقای سندرز پس از آن مطرح می شود که روزنامه واشنگتن پست گزارش داد مقام‌های آمریکا به این سناتور چپگرا گفتند که مسکو از کمپین انتخابات او حمایت می کند. خوش آمدید به ساعت دوم چشم انداز بامدادی بی بی سی. شنوندگان و بینندگان عزیز، من علی همدانی هستم. شنبه پرخبری آغاز شده. امروز برخی مدارس در برخی استانهای ایران تعطیل روز گذشته از بسیاری از این مدارس به عنوان شعب رأی‌گیری انتخابات مجلس در ایران استفاده شده. مهلت رأی دادن رو چند بار تا ساعت 11:30 شب ایران تمدید کردن، اما درباره میزان مشارکت مردم در این انتخابات خبر دقیقی تا این لحظه منتشر نشده. در غیاب ناظران مستقل، مقامات دولت از مشارکت بالای مردم تشکر کردند و در مقابل برخی خبر از مشارکت پایین می‌دهند. مهنوش پورزیایی گزارش می‌دهد. با پایان انتخابات برای 11مین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران، مقام‌های وزارت کشور از آغاز شمارش آرا خبر دادند. این اولین انتخاباتی است که پس از اعتراضات گسترده و سرکوب خونین در دی ماه 96 و آبان 98 برگزار می‌شود.
سرکوبی که به روایتی صدها و به روایت دیگری نزدیک به 1500 نفر کشته داشته است. پیشا پیش انتخابات برخی گروه ها اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی کنند و خواستار تحریم آن هستند. برخی اصلاح طلبان هم در پی رد صلاحیت های گسترده از خیر شرکت در انتخابات گذشتند. حالا با پایان فرصت رای گیری شمارش آرا در حوزه های انتخابی آغاز شده و طبق اعلام مقام های وزارت کشور در ساعات آینده نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد. نتیجه انتخابات روز جمعه در صورت صحت و سلامت شمارش آرا می تواند معیاری برای سنجیدن وزنه گروه های مختلف سیاسی در کشور و میزان نفوذ حکومت در افکار عمومی باشد. انتخابات مجلس ایران این بار هم مثل اغلب دوره‌های دیگر زیر سایه سنگین رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان برگزار شده. نه تنها منتقدان و مخالفان حکومت، که حتی ده‌ها نفر از نمایندگان کنونی مجلس هم در این دوره رد صلاحیت شدند. با این حال رهبر ایران و مقام‌های دیگر دولتی، حتی رئیس جمهوری که به انتقاد تلویحی از رد صلاحیت‌ها پرداخته بود، مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کردند. و رهبر ایران نیز روز انتخابات را روز جشن ملی اعلام کرده. دستیابی به بیش از 20% از آرا در دور اول انتخابات در هر حوزه انتخابی برای ورود به مجلس لازم است و در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در دور دوم افراد حائز اکثریت به مجلس راه می‌یابند. مجلس جدید قرار است 8 خرداد ماه سال 99 کار خود را آغاز کند. مهنوش پورزیایی همکار ما گزارش می‌دهد. اجازه بدید که با فرشته قاضی صحبت بکنیم، خبرنگار که امروز اینجا در استودیو با ماست. خانم قاضی، عادت داشتیم همیشه البته روزنامه ها رو با شما مرور می‌کردیم، امروز خوب است که در استودیو اینجا با ما هستین در این ساعات نخستین بامداد در لندن. دارم می‌بینم که خبرگزاری های داخلی در ایران شروع کردن یواش یواش آمار رو منتشر کردن، در مورد میزان مشارکت حرف نزدن، اما شاید هم زدن، من ندیدم، ولی دارن میگن که هر صندوق چه کسی ازش داره بیرون میاد، نتیجه انتخابات چه هست، چی داریم، چه خبر هست. همینطور که اشاره کردی، الان اگر نگاه بکنیم به خبرگزاری مثل فارس و از اون طرف هم مثلا خبرگزاری ایلنا، میبینیم که برخی حوزه ها نتیجه انتخابات رو اعلام کردن که چه کسی تونسته انتخابات رو ببره وارد مجلس بشه، اما چیزی که در موردش الان سکوته در رسانه‌های داخل ایران و خبرگزاری‌های رسمی میزان مشارکت مردمه. یعنی الان بعد از اون خبری که خبرگزاری فارس تا ساعت 6 اعلام کرد، بعد از اون کاملا در این زمینه سکوت، هیچ رسانه‌ای خبری اعلام نمی‌کنه، فقط نتایج و گرایش‌های نامزدها رو که اکثرا هم اصولگرا هستن که قابل پیش بینی هم بود به خاطر نوع رد صلاحیت ها، اینها داره اعلام میشه. خبرگزاری فارس از قم گزارش کرده که با پایان یافتن رای گیری و شمارش آرا نتایج به دست آمده. از شمارش آرای تعدادی از صندوق ها در حوزه انتخابی قم حاکی از پیشتازی و اختلاف قابل توجه احمد امیرآبادی، حجت الاسلام زنوری و علیرضا زاکانی، سه کاندیدای منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان قم در کسب آرای مردمی است. آنطور که البته این خبرگزاری منتشر کرده، خبرگزاری فارس پیشتاز هست در انتشار شمارش آرا و نتایج، به ویژه وقتی که حرف اصولگرایان و طیفی میاد که بران خبرگزاری فارس اونها رو نمایندگی میکنه. در طول هفته گذشته خانم قاضی، به ویژه مقامات جمهوری اسلامی بسیار تشویق کردن مردم رو که در انتخابات شرکت بکنن. بحث در مورد تحریم انتخابات به هر حال در فضای مجازی، در رسانه‌های حتی داخل ایران بسیار داغ بود. در میان آن طیفی که روزگاری در ایران مقام داشتند و مسئول بودند، از جبهه اصلاحات هم بودند، کسانی که به هر حال صحبت از تحریم انتخابات می‌کردند، نمی‌خوایم در انتخابات شرکت کنیم، گرچه پدر معنویشون محمد خاتمی دیروز جزو اولین کسانی بود که رفت رای داد و تصاویرش هم منتشر شد توسط خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران. تا چند اندازه فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی با توجه به آنچه که می‌بینید دست یافت مقامات به اون چیزی که مقامات می‌خواست
هستند. آیت الله خامنه ای مثلا صحبت از تکلیف شرعی کرده بود، انتخابات رو تکلیف شرعی دونسته بود. هنوز مشخص نیست میزان مشارکت، برای همین نمیشه قضاوت کرد که آیا جمهوری اسلامی به هدفش رسید در اینکه مردم رو بکشونه پای صندوق‌ها و نمایش مشروعیتی که همیشه با راهپیمایی‌های رسمی حکومتی مثل 22 بهمن در واقع مناسبت‌های حکومتی و پای صندوق‌های رأی به نمایش می‌گذاشت و به حساب رأی مردم به نظام می‌گذاشت. هنوز نمی‌دونیم آیا میتونه چه ادعایی بکنه، آیا اگه آرا پایین‌تر باشه آمار واقعی رو اعلام خواهند کرد یا آمار غیر واقعی در واقع آمارسازی خواهند کرد. اما خودش بحثی هستش، به هر حال اینم یه چیز تازه‌ایه که داره صحبت میشه. از سال 88 ما به هر حال بحث رأی من کجاست در انتخابات تقلب شده، ادعایی بود که مخالفان همیشه می‌کردن. اما به ویژه بعد از این حادثه هواپیما، سقوط شلیک موشک به هواپیما و بعد انکار مقامات مسئول، لاپوشانی اونها، باعث شده که این تردید بسیار بیشتر باشه. هر آنچه که مقامات میکنن، نه تنها در مورد انتخابات، در مورد کرونا ویروس هم همینطور هستش. این تردیدی که شما صحبتش رو میکنید دقیقاً همینطوره. الان نکته دیگری که مکمل اینها هست این هست که خیلی توی شبکه‌های اجتماعی دارن میگن که جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان آبان ماه رو با وجود اینکه خودش دستش هست اعلام نکرده. حالا چطور میشه انتظار داشت آمار مشارکت مردمی رو به درستی بیاد اعلام بکنه؟ یا در رابطه با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، با موشک سپاه و کشتن مسافران این هواپیما، 3 روز کامل دروغ گفتن، هنوز هم به نوعی دیگری این دروغ‌ها و عدم صداقت با مردم رو دارن ادامه میدن. در رابطه با بیماری کرونا 2 هفته پیش بحث قم مطرح شده بود، تکذیب کردن و بعد میبینیم که 2 نفر در قم سر این بیماری کشته شدن. یعنی همه اینها باعث شده که افکار عمومی یا بخشی از افکار عمومی نتونه اعتماد بکنه به آمارهایی که جمهوری اسلامی داره ارائه میده. سر انتخابات هم همین خواهد بود، هر آماری جمهوری اسلامی بده قطعا با علامت سوال و تردید افکار عمومی مواجه خواهد شد. اما نکته دیگری که از شما هم اشاره کردی بحث آقای خامنه ای هست و تمام هم‌وغمی که گذاشتن که مردم بیان رأی بدن. دوره قبل در دورهای قبلی انتخاباتی سابقه داشت، ایشون گفته بود که اگر به نظام علاقه من نیستید به خاطر ایران بیاید. این دفعه پا رو فراتر هم گذاشت، گفت اگر از من هم خوشتون نمیاد بیاید رأی بدید. و بعد اومد انتخابات رو جهاد، نوعی جهاد اعلام کرد، بحث آبروی نظام رو وسط کشید، گفت مردم به خاطر آبروی نظام میان، بحث دشمنان رو وسط کشید که میخوان فاصله بندازن. و همزمان دیدیم آقای روحانی هم حرفاش 180 درجه تغییر کرد. خانم قاضی اینجا در استودیو با ما ببینید، صحبت از حسن روحانی کردید، بشنویم آقای روحانی چه گفته. خوشحالیم که 11th مجلس شورای اسلامی به دست ملت توانگر ما با رأی‌های بسیار ارزشمند اونها داره تشکیل میشه. یعنی مردم ما دارن همین الان مجلس 11th رو تشکیل میدن با سلیقه و آراء خودشون. ان شاءالله امیدواریم بهترین ها به مجلس شورای اسلامی 11th راه پیدا بکنن. و اون چه خواست مردم هست این که مجلسی فعالتر، پرشورتر و مجلسی که مردم شاهد باشند مشکلات زندگی اونها رو بهتر حل میکنه، قوانینی که ضروری است به سرعت تصویب میکنه، نظارت خودش رو انجام میده. اظهارات حسن روحانی بود روز گذشته در جریان برگزاری انتخابات 11th دوره مجلس شورای اسلامی. با علی افشاری صحبت بکنیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از شهر واشنگتن با ما هستن. آقای افشاری، آیا این انتخابات آنی شد که آیت الله خامنه ای میخواست یا آقای روحانی همین الان حرفش رو میزد که مشکلات مردم رو حل بکنه، نماینده مردم باشه، قانون رو بذاره که مردم رو کمک بکنه؟ البته میدونم که نتایج هنوز اعلام نشده، ولی به هر حال تصویری داریم به کمک شبکه‌های اجتماعی و تصاویری که منتشر شده از آنچه که روز جمعه در ایران گذشته. ببینید، نه پیشاپیش که معلوم بود این مجلس که یک مجلس مردمی نخواهد بود، برای اینکه اساسا مردم امکان انتخاب نداشتن. یه بخش بسیار محدودی از جغرافیای سیاسی کشور توسط نهاد ولایت فقیه با میانجیگری شورای نگهبان و همراهی دولت روحانی به خصوص وزارت کشورش بر مردم تحمیل شده بود. اما ما
آن چیزی که شکست بزرگ نظام هست در بیرون از صندوق‌های رأی، یعنی در خارج از فرایند خود انتخابات، به رأی دادن به این کاندیداهای دستچین شده و منتخب شورای نگهبان بود جریان داشت و در اونجا بر مبنای مشاهدات عینی نوع خبررسانی که وزارت کشور داشت، برخلاف تبلیغات حکومت و ادعاهایی که آقای خامنه‌ای کرد، دعوتی که کرد، شکست بزرگ نصیب حکومت شد و میزان مشارکت انتخابات در مبنای گمان زنی ها، مشارکت نرخ مشارکت واقعی کمتر از 34% ارزیابی میشه، یعنی حد اکثر بخوام در نظر بگیریم این عدد هست، حتی میتونه تا محدوده های 25% هم پایین بره و خب این برای نظام یک اتفاق به اصطلاح منفی هست و نشانگر یک هم ریزش در پایگاه اجتماعی نظام و هم رویگردانی اکثریت جامعه از فرایندهای انتخاباتی جمهوری اسلامی هست و یک بار دیگه معلوم شد که آقای خامنه‌ای دچار به اصطلاح محاسبات غلط هست، اون دستگاه هندسه محاسباتیش به هم خورده، باز با اعتماد به نفس کاذب فکر میکرد که حالا پس دعوت خاصی بکنه یا اعلام جهاد بکنه یا بگه که آبروی نظام وسط از این طریق بتونه جامعه رو بسیج بکنه. به هر صورت هر چقدر هم بخواد عدد غیر واقعی اعلام بشه، اون هم به مجموعه پنهانکاری ها و دروغگویی های حکومت در ماه گذشته اضافه خواهد کرد و بحران مشروعیتش رو به اصطلاح سخت‌تر و عمیق‌تر می‌کنه. البته هنوز باید صبر بکنیم ببینیم که رقمی که بیرون میاد چقدر هست و اون وقت اون رقم رو هم باید به هر حال بدون حضور ناظران مستقل، چه آماری که به هر حال منتشر شده تا حالا، آنچه که شما به هر حال نقل کردید و آنچه که حکومت میگوید، به هر حال سخت هست قضاوت در مورد صحت و سقمش به خاطر این همه این اتفاقاتی که افتاده و همه حرفایی که زدید و بدون حضور ناظران مستقل. آقای افشاری، ترکیب مجلس با توجه به کاندیداهای تایید صلاحیت شده یک دست به نظر میاد، آیا این آیت الله خامنه‌ای رو کمک خواهد کرد برای آرام کردن اوضاع؟ مجلس یک دست شاید همسو با دولت بعدی بعد از سال 1400؟ ببینید، آرامش اگر منظور در واقعیت سیاست ایران هست، مجلس مدت هاست که خارج شده و نقش چندانی نه در معادلات داخل حکومت داره و در بیرون حکومت. نارضایتی اجتماعی چیزی نیست که این مجلسی که حالا با تمهیدات مختلفی سعی شده یک دستر باشه بتونه کمک به این قضیه بکنه. از طرف دیگه این تجربه جمهوری اسلامی نشون داده که هر بار هم که جمعی منسجم‌تر شدن، یعنی یه عده‌ای با توجه به فضای خاصی که شورای نگهبان اونها، یعنی حکومت داره با میانجیگری شورای نگهبان در اختیار اونها قرار داده، یه جریان دیگر رو حذف کرده یا خیلی ضعیف کرده، اونها به محض اینکه پیروز شدن دوباره تقسیم بر دو شدن و با همدیگه مشکل پیدا کردن. الان خب کاملا در این انتخابات محسوس بود که یک دفعه یک اراده ای از بالا اومد به یک وحدت سوری رو بر گروه‌های اصولگرا تحمیل کرد، چون تا پیش از اون خب اختلافات داخلشون زیاد بود، چند تا لیست اومده بود به خصوص بر سر به اصطلاح سرلیسی محمد باقر قالیباف اختلافات جدی در درنشون وجود داشت. حالا این با یک سری به اصطلاح اقداماتی که به نظر میاد نقش خود دفتر آقای خامنه‌ای در اونها پررنگ بود، این فعلا موقتا به کنار رفت، ولی به نظر من دوباره این شکاف فعال میشه و باز هم یک به اصطلاح اجازه نمیده یک تک صدایی در داخل حکومت حاکم بشه. اما بازم تاکید میکنم که مجلس الان چندان در سمت و سوی تحولات سیاسی نقشی نداره و هم در شکاف، یعنی این رقابتی که در مجلس بود در آن چیزی که شکاف‌های اصلی جامعه هست نقشی نداره و اون هم شکاف ملت حکومت گسترش خودش رو خواهد داشت و هم در داخل حکومت هم اون جناح‌های اصلی که با هم دیگر در تقابل با هم دیگر قرار گرفتن باز بیرون مجلس اختلافاتشون رو خواهند داشت و حتی در درون مجلس هم کمکی نمی‌کنه که این مسئله حل بشه. من یه توضیحی هم بدم. ببینید، بر اساس ادعایی که خود
مقامات وزارت کشور کردن در ساعت 3 بعد از ظهر اعلام کردن که البته دو رقم رو در فاصله نزدیک به هم گفتن، 11 میلیون و 9 میلیون رای کل آراء مأخوذه در صندوق ها بود. یک سیستم نرم افزاری مرکزی هم داشتن که به ادعای خودشون هر کس رأی میداره در آن واحد به اونها تعداد کل آرا رو میتونستن داشته باشن و به اصطلاح رصد میکردن. اگه اینو در نظر بگیریم، الگوی رفتار انتخاباتی قبلی هم نشون داده که رأیی که مردم در نیمه اول روز انتخاباتی میدن به طور نسبی بیشتره. این رقم رو در انتخابات ریاست جمهوری 12 و مجلس 10 در حدود 80% هست، در انتخاباتی که خیلی داغ بوده. این انتخابات که چندان همه متفق القول بودن که راکت بود، تعداد حوزه‌های خلوت یا کم شمار درش متعدد بود، بنابراین اینها رو در نظر بگیریم، کل آرا انتخاباتی نمیتونه از ساعت 3 تا 12 شب که تازه در همه حوزه ها هم انتخابات تمدید نشد، یعنی رای گیری تمدید نشد، این رو قرار بدیم نمیتونه بیش از واقعا حداکثر 19 میلیون باشه که با توجه به اینکه 58 میلیون نیم هم کل جمعیت دارای حق رأی بود، واقعا این نرخ مشارکت واقعی نمیتونه بیشتر از 34% باشه. سپاسگزارم علی افشاری که از واشنگتن با ما صحبت میکردن. اما این تنها موردی نیست که ایران رو امروز در صدر خبرهای جهان قرار داده. خبر دیگری شاید حتی مهمتر، این بار به خاطر میزان بالای مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا، ویروسی که تا خبر شیوعش در ایران پیچید، خبر مرگ و میر ناشی از آن هم آمد. دبیر کل سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که مرگ 4 نفر ظرف 48 ساعت در ایران بسیار نگران کننده. بیشتر مقام‌های ایران تأیید کرده بودند که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 18 نفر و تعداد کشته شدگان به 4 نفر رسیده. عراق مرزش رو با ایران بسته، کویت پروازهایش را به ایران متوقف کرده، شهروندان ترکیه روی توییتر خواستار توقف سفر ایرانی‌ها به این کشور شدند و ترکیه گفته ورود ایرانی‌ها تنها با کارت سلامت ممکن است. همزمان بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس ایران از عملکرد مسئولان در زمینه شیوع کرونا در این کشور انتقاد کرده و گفته بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی به هشدار سازمان بهداشت جهانی باعث ورود کرونا به ایران شده. او از پزشکان خواسته تا برای کمک به اطلاع رسانی و آموزش مردم وارد عمل شوند. همزمان شماری از پزشکان ایرانی در بیانیه‌ای خواستار اعمال محدودیت در فضاهای عمومی و اطلاع رسانی گسترده و شفاف برای جلوگیری از گسترش کرونا شدند. در گفتگو با دکتر محمد عطاری از آمریکا، نخست در مورد شیوه های مراقبت از خود و توصیه او به شهروندان برای محافظت از خودشان سوال کردم. خوشبختانه طی روزهای گذشته جست گریخته آموزش هایی که داده شده، چه در فضای مجازی چه در از طریق رادیو و تلویزیون و بقیه جاها، مردم به یک آگاهی نسبی رسیدن. کمپین هایی را افتاده به عنوان اینکه خب چجوری از خودشون مراقبت بکنن، از جمله اینکه روبوسی و دست دادن و اینها رو فعلا کنار گذاشتن تا اینکه امکان انتقال کمتر بشه. اما کسانی که مجبورن از خونه خارج بشن برای کار یا برای امرار معاش یا بقیه مسائل، توصیه من این هست که در محیط‌های شلوغ سعی کنن توقف زیاد نداشته باشن. اگر در جایی هستن که نوبت‌دهی داره برای در واقع منتظر شدن تا اینکه نوبتشون بشه، در ماشینشون در فضای دیگه‌ای بمونن بعد برگردن به اون محیط. در جایی که صف‌های طولانی هست سعی کنن لمس نکنن دستگیره‌ها رو یا به هر حال حتی دیوارها و بخش‌های دیگه خارج مکان‌های عمومی رو همینطور. و اگر همچین اتفاقی میفته بلافاصله دست‌های خودشون رو با آب و صابون بشورن. از تماس دست با صورت، چشم و بینی در واقع خودداری بکنن. اینا چیزایی است که خوشبختانه خب همه مردم این روزها آگاهی پیدا کردن. و از همه مهمتر، اگر کسی عدسه، سرفه یا علائم سرماخوردگی حتی به صورت خفیف داره، حتما از ماسک استفاده بکنه تا اینکه ذرات ویروس با عدسه و سرفه به بیرون پخش نشه
و افرادی که اطرافش هستن در معرض قرار نگیرن. آقای دکتر، داشتم میدیدم که خب به هر حال بسیاری ممکن است نگران باشن، با وجود این علائم بخوان مراجعه بکنن به پزشک. دیدم که توصیه شده به جای مراجعه حضوری شاید اول بعد تلفن کرد و بعد حضوری مراجعه کرد. شاید همه بیمارستان ها به هر حال آماده پذیرایی از بیماران و مبتلایان احتمالی نباشن، یا اگر با حضور این افراد اگر که مبتلا هستند به کرونا ممکن است که به هر حال اگر به جایی برن که آماده نباشه ویروس رو با خودشون ببرن. شیوه عملکرد دستگاه بهداشتی ایران رو چطور بررسی میکنید آقای دکتر؟ متاسفانه ضعیفترین شیوه عملکرد رو در بین کشورهایی که موج دوم این در واقع بهش سرایت کرده بعد از چین، ایران داشته، و همین دلیل آمار مرگ و میرش هم بالا هست و حتی کسانی که به طور سالس از ایران به کشورهای دیگه مسافرت داشتن در کشورهای دیگه تشخیص داده شدن اما در ایران این موارد تشخیص داده نشده. میزان قرنطینه که انجام شده و نوع قرنطینه ها، اینها هیچ کدوم جوابگو نیست، نه تنها جوابگو نیست بلکه علمی نیست. و اتفاقی که داره میفته مسئله دیگه در مورد تشخیص این بیماری ها هست و تشخیص این ویروس هست. در واقع مقدار زیادی و تعداد بسیار زیادی از بیماران مشکوک در بیمارستان های مختلف هستن اما کیت های تشخیصی برای تشخیص این ویروس وجود نداره، تنها در تهران هست. و اگر نمونه های اینها هم برای تهران و مرکز یا مراکز دیگه‌ای که هست ارسال بشه، به دلیل بعد زمانی که وجود داره این زمان باعث از بین رفتن این نمونه ها میشه و نمونه ها جواب در واقع خیلی واقعی نمیتونن بدن. اینها همه مشکلاتی هست که پیش بینی نشده است و هنوز هم که هنوز هست دولت همون رویه رو در پیش میگیره، در واقع جلوگیری میکنه از انتشار اخبار. اگر کسی فیلمی در جایی میذاره با تهدید روبرو میشه و کار زیبا و کار خوبی که الان پزشکان شروع کردن و از بیمارستان مسیح دانشوری شروع شده، پزشکان با اطلاع رسانی در واقع آمار رو دارن خودشون اعلام میکنن به صورت مستقل که این خودش باعث آگاهی میشه، باعث میشه که مردم عادی بدونن در چه مناطقی بیشتر از خودشون مواظبت بکنن و در چه مناطقی خیلی نیاز به ترس و واهمه و استراب نیست. گفتگو می کردم با دکتر محمد کاظم عطاری، محقق و پزشک در دانشگاه جورج واشنگتن. عرض کنم که می خواستم از همه شما دعوت بکنم تا در این برنامه شرکت بکنید، اظهار نظر بکنید، به ویژه در مورد انتخابات، آنچه که دیدید، آنچه که می شنوید، تحلیل شما در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات در روز گذشته چه است؟ آیا خودتون شرکت کردید؟ رأی دادید؟ چرا؟ و اگر نه باز هم چرا؟ با ما لطفاً تماس بگیرید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. شناسه ما در تلگرام هم هست BBC شما. لطف کنید پیام بفرستید، هنوز فرصت داریم تا پیام های شما رو در این برنامه بخونیم. اما گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF میگوید با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته، این کشور رو در لیست سیاه قرار میدهد. در کنار تنها کشور دیگر در این لیست کره شمالی. این سازمان به همه کشورها توصیه میکند به اجرای کامل اقدام های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند. مواضع حکومت در این زمینه دوگانه است، حتی از دولت هم دو صدا شنیده شده، در حالی که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در واکنش به این تصمیم گفته شرایط از آنچه امروز هست بدتر خواهد شد. رئیس بانک مرکزی ایران گفته این تصمیم تاثیر منفی چندانی ندارد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام را سیاسی کاری در مکانیزم های بین المللی توصیف کرده و گفته انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم بسته نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمیچسبد. او گفته بردن ایران در لیست سیاه FATF علیرغم همه تلاش‌ها در داخل کشور و همه قوانین و مقرراتی که سعی کردیم مراعات کنیم صورت گرفته. فهرستی که گروه ویژه از کشورهای باریز که بالای پولشویی منتشر می‌کند و توصیه احتیاطی دربارشان دارد به لیست سیاه مشهور است. در گفتگو با هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصادی در دانشگاهی در دانشگاه از بوستان پرسیدم بالاخره این اقدام بر اقتصاد ایران تاثیر دارد یا نه. من فکر می‌کنم هم آره هم نه، به این معنی که اگر بینندگان و شنوندگان شما نگران این هستن که شاهد یک
شوک قیمتی ارزی باشیم در روزهای آینده فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته، به این معنی که اثر خیلی مشخص در افزایش قیمت ارز در بازار تهران در یک دو ماه آینده، یک دو هفته آینده به نظر نمی‌رسه، که ما در حال حاضر تحت تحریم‌های بسیار شدیدی هستیم و یکی از الزامات بحثایی هم که این به عبارتی ایجاد کرده این هستش که بانک‌های خارجی در ایران شعبه نزنن یا بانک‌های ایرانی نتونن با خارج مراوده داشته باشن، که الان در حال حاضر این چه شرایطی هست و بنابراین تاثیر روی قیمت ارز به طور خیلی زیادی نخواهد گذاشت. قیمت ارز متاثر از عوامل دیگری هست که ممکن هست در آینده این عوامل اثر بذاره و قیمت ارز رو تغییرش بده، اما مسئله این که هست این که این قطعا روی تجارت رو برای ایران رو سخت‌تر میکنه و افرادی که دارن تجارت میکنن هزینه مبادله رو تو اقتصاد ایران افزایش میده و یک پیام سیاسی هم به بخش خصوصی ایران داره که یک بخش قدرتمند نظام سیاسی منافع اقتصادی کشور رو به عبارتی گروگان گرفته و قربانی منافع سیاسی خودش میکنه و بار جدیدی روی دوش اقتصاد ایران میذاره، دوش تجار ایرانی میذاره به خاطر منافع سیاسی خودش. و البته ممکن استش که این برداشت هم بشه که همراهی اتحادیه اروپا و متحدین آمریکا همراهی بیشتری داشتن یا موفقیت جدیدی باشه برای دولت آمریکا و سیاست فشار حداکثری، بنابراین میشه تو این تأثیرات دراز مدتش و گره‌ای که روی ده‌ها گره کنه اقتصاد ایران میزنه دیدش، نه اثر فوریش رو قیمت ارز. ایران و اروپا به هر حال بر سر روابط میان دو طرف به ویژه بعد از برجام بدون آمریکا شده چند سال که حالا مشغول بحث هستن، اینستکس برقرار نشد، رابطه مالی برقرار نشد. ایران به اروپا گفت که شما تعهدات برجامی خودتون رو برآورده نکردید. آنچه که روز گذشته اتفاق افتاد FATF چه تأثیری میتونه بر این رابطه شکننده داشته باشه؟ ببینید، ما تقریبا تجارتمون با اتحادیه اروپا قبل از حالا این حوادث اخیر حدود 1 میلیارد دلار غیر نفتی بوده، اگر نفت رو اضافه کنیم میشه 10 میلیارد 11 میلیارد دلار، عملا تجارت جدی با اتحادیه اروپا نداشتیم، ولی به هر حال اتحادیه اروپا تلاش میکرد که حالا به نوعی با تنفس مصنوعی هم که شده برجام نگه داره، احتمالا تا انتخابات ایالات متحده و سال آینده آمریکا، تا بتونه بر اساس پلتفرم موجود این توافقنامه رو احیا بکنه. به نظر میرسه که ناتوانی دولت آقای روحانی به این معنی که به دلیل پرزور بودن توان رقبای داخلیش، ما میدونیم مجلس دولت تصویب کرده و مجموعه تشخیص مصلحت نظام و نیروهای پرنفوذی در داخل اون نگه داشتن و این پیام رو به اتحادیه اروپا میده که دولت آقای روحانی احتمالا شریک قابل اعتنایی نیست که بشه باشه به عبارتی منتظرش موند و خب توانی هم عملا اتحادیه اروپا نداره، نه اتحادیه اروپا منافعی از برجام به ایران رسونده، صرفا حمایت سیاسی محدودی بوده و به تعهداتی هم که داده عمل نکرده، بنابراین احتمالا ما باید شاهد سخت‌تر شدن شرایط و به سمت این باشیم که از این شرایط تعادل ناپایداری که الان ما داریم که نه تحریم نه مذاکره و نه جنگ و از طرف مقابل هم می‌بینیم که داره تلاش می‌کنه برنامه هسته‌ای ایران در حالی که الان داره فریز بکنه، احتمالاً به سمت اقدامات جدیدتری بریم، یعنی به عبارتی نزدیک‌تر شدن اتحادیه اروپا به لحاظ سیاسی، هرچند اتحادیه اروپا عملاً منافعی هم به ایران نرسونده، این تعهداتش این توانش رو نداشته چون بخش خصوصیش بوده و قرار بوده که 15 میلیارد دلار خط اعتباری که آقای ظریف پیشنهاد داده بود و آقای مکرون دنبالش بود و متاسفانه آقای ترامپ دوباره اون رو رد کرد برای اینکه برنامه هسته ایران در این سطح نگه دارن و وارد گفتگو بشن، اون هم به شکست خورده، بنابراین احتمالاً از سر ناتوانی و ناچاری و بدعهدی اتحادیه اروپا و در کنار ناتوانی دولت آقای روحانی ما به پیش از انتخابات آمریکا به سمت تغییر موازنه موجود در مورد مسئله هسته ایران پیش بریم و حلقه تحریم ها و فشارهایی که روی اقتصاد ایران هست بیشتر بشه. و سوال آخرم از شما، ایران چه میتونه بکنه؟ علاقاده ایران کار خاصی نمیتونه بکنه، اگه قیمت ارز رو شاید بیشتر مورد سوال باشه و با توجه باشه، من فکر میکنم که دولت توان ارائه ارزش به بازار بسیار بسیار محدود شده، از طرف دیگه تقاضا هم بسیار محدوده، نه سفرهای نوروزی نه مبادلات تجاری، بنابراین اگه دولت بتونه با همین دسترسی محدودی که داره بازار کنترل کنه و بازارهای جانبی دیگه مثلا بورس یا بازار خودرو رو فعال نگه داره که حجم نقدینگی وارد بازار ارز نشه، احتمالاً با این شیب ملایمی قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد، ولی قطعاً این شرایط ناپایداره و
ما میدونیم که تقریبا اگر از 1386 به این طرف نگاه بکنیم، اقتصاد ایران تقریبا هیچ تغییر نکرده، متوسط رشدش صفر بوده و شاهد افزایش بیکاری، فقر گسترده تر و متاسفانه وضعیت نامطلوب کنونی خواهیم بود. ممکنه بعضی صنایع مثل صنایع فولاد، مثل صنایع خودرو یه تحرکاتی داشته باشن، ولی امید برای شکوفایی به نظر میرسه که اتفاق نخواهد افتاد، فقط به تأخیر خواهد افتاد و با مداواهای مقطعی انضباطی که ممکن بانک مرکزی داشته باشه از اینکه قیمت ارز دوباره سه برابر بشه جلوگیری بشه. گفتگو میکردم با هادی کهالزاده. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر، امیدوارم که خوب و خوش باشید. فرصتی داریم تا نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر در ایران. با پایان رأی‌گیری در انتخابات مجلس شمار شهرها در نقاط مختلف این کشور آغاز شده است. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش مواردی از ابتلا به ویروس کرونا هشدار داد که در آن مبتلایان با چین یا افرادی که ابتلای آنها تایید شده بوده ارتباط مشخصی نداشتند. او مرگ 4 نفر ظرف 48 ساعت در ایران را بسیار نگران کننده خوانده و کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF ایران را رسما به لیست سیاهش بازگردند. و در این سومین روز از اسفند ماه، آخرین ماه سال 1398، دمای هوا حالا که با شما صحبت میکنم اینجا در لندن 10 درجه است، در تهران 8، در تبریز 1، مشهد 8، رشت 9، بندر عباس 3، کابل 8، مزار شریف 11 و در دوشنبه 12 درجه است بالای 0. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید، همچنان با ما بمانید. این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش میشود. بازگردیم به ایران و خبرهای مرتبط با اون، از جمله انتخابات. منتها اجازه بدید که این بار خبرها رو از منظره و پنجره روزنامه‌های چاپ این کشور مرور بکنیم. پرشته قاضی رو عادت داریم که همیشه از راه دور باهاش صحبت بکنیم. امروز صبح اینجا هستن. خانم قاضی، صبح شما بخیر. روزنامه‌ها چه نوشتن در مورد انتخابات، در مورد این پیوستن ایران یا اضافه شدن ایران در کنار کره شمالی به لیست سیاه FATF و در مورد کرونا؟ این سو موضوعی هستش که در واقع بیشترین بازتاب رو داشته در روزنامه‌های تهران از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا. در این میان هیچ خبری در رابطه با وضعیت جسمانی آقای محمد رضا شجریان، با وجود اینکه در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داشته، جلوی بیمارستان جمع مردم جمع شدن، توی روزنامه‌ها ما هیچ بازتابی در این مورد ندیدیم. اما نخستین مطلب در مورد انتخابات هست و روزنامه ها اکثرا سعی کردن به نوعی حضور مردمی رو پررنگ نشون بدن با اینکه هیچ آماری از میزان مشارکت ندادن. روزنامه کیهان تیتر زده مردم با رأی خود قاتل شهید سلیمانی رو تیرباران کردن. روزنامه وطن امروز که باز اصولگراست، گام اول تغییر خونده انتخابات رو. اما در روزنامه شرق در سرمقالش صادق زیبا کلام از فردای انتخابات دوم اسفند، یعنی انتخابات دیروز، نوشته و اینکه نحوه تعامل مجلس 11 مجلس آتی با روحانی مهمه و اینکه این دور از بهارستان شمشیر رو از رو برای روحانی خواهند بست و لبه تیز تیغ مجلس از همون ابتدا به گردن دولت 12 خواهد افتاد. کمترین دلیل نمایندگان جدید هم در برخورد با روحانی به اعتقاد آقای زیبا کلام ادامه سیاست سطح 3 سال اخیر این جریان مبنی بر انداختن بار همه مشکلات و ناکامی‌های کشور بر سر دولت. و در پایان هم پرسیده آقای زیبا کلام که پرسش اساسی از مجلس 11 اینه که در قبال سیاست خارجی که تحریم‌ها رو برای ایران رقم زده، با روحانی یا بدون روحانی چه خواهد کرد. بریم سراغ موضوع بعدی که به هر حال بسیار همه جا خبرساز بوده، در دنیا خبرساز بوده، افزوده شدن ایران به لیست سیاه FATF. همینطور که اشاره کردی خیلی بازتاب داشته، اما روزنامه‌های اصولگرا سعی کردن کاملا بی اهمیت جلوه بدن. روزنامه فرهیختگان اضافه شدن ایران به لیست سیاه FATF رو بازی تبلیغاتی خونده، اینکه جزئیات اقدامی در واقع اقدامیه که تأثیری در مبادلات تجاری ایران نداره. حسین شریعت مداری هم در کیهان نوشته که با تفنگ خالی FATF تهدید نکنید. روزنامه اعتماد اما معتقده که مخالفان، یعنی مخالفان در داخل ایران، به هدفشون رسیدن و ایران در کنار کره شمالی قرار گرفت. روزنامه جهان سند در سرمقالش جمشید عدالتیان شهریاری نوشته که بازگشت ایران به لیست سیاه از دو منظر قابل بررسی هست.
در شرایط کنونی به واسطه تحریم‌های آمریکا تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به معنای افشای کانال‌های برقراری مراودات مالی و بانکی ایران با جهان تلقی شده. با این حال بازگشت به لیست سیاه اقدام در واقع روشن و پیام روشنی برای ایران داره، اما گویا مسئولین جمهوری اسلامی هزینه قرار گرفتن در لیست سیاه رو به اعتقاد سرمقاله نویس جهان صنعت با فایده عدم افشای کانال‌های نقل و انتقال مالی با جهان جایگزین کردن. و خبر دیگری که باز هم ایران رو در صدر خبرهای جهان قرار داده، ویروس کرونا و شیوعش در ایران. همینطوره در روزنامه همدلی از سهل‌انگاری مردم و مسئولین در رابطه با ویروس کرونا میخونیم، از بیخیالی ملی زیر سایه کرونا، و ستاره لطفی در این روزنامه به شدت انتقاد کرده از رفتاری که مسئولین جمهوری اسلامی در این زمینه داشتن و نوشته نگاهی به اقدامات کشورهای دیگه ما رو به این واقعیت میرسونه که گویا بیخیالی و اهمالکاری در مواجهه با شیوع جهانی این ویروس فقط مختص مسئولین کشور ماست. حتی کشورهای همسایه برخلاف مسئولین کشور ما کرونا رو شوخی فرض نمی کنن که با کشور منشأ این بیماری یعنی چین ارتباط بگیرن. خانم لطفی نوشته اکنون که ویروس کرونا با نقض مرز ایران وارد کشور شده، عدم رعایت موازین و دستورالعمل‌های استاندارد برای پیشگیری از ابتلای افراد یک نگرانی بزرگ در کشور به شمار میره، به نحوی که میتونه کشور رو وارد بحران کنه. اما مسئولین بهداشتی کشور تنها به توصیه‌های بهداشتی اکتفا کردن و برخورد با خانواده و اطرافیان و در واقع خانواده و اطرافیان بیماری که فوت کرده شاهدی بر رعایت نکردن موازین و استانداردهای پیشگیریه. منظورش از بیماران فوت کرده بیمارانی هستن که به دلیل کرونا در قم فوت کردن. بله، سپاسگزارم فرشته قاضی که مرور کردی مطبوعات امروز صبح در تهران. و اجازه بدید چند تا از پیام‌هایی که شنوندگان و بینندگان ما برای ما فرستادن هم براتون بخونم. عرض کنم که شنونده‌ای داشتم تلاش میکردم اسمشون رو پیدا کنم، نوشته باور کنیم که یک دست شدن مجلس و در کل حکومت برای یک سر شدن تکلیف و تمام شدن کار به دست خودشان بهترین راه حل ممکن است. شنونده دیگه‌ای نوشته از حضرت آقا استدعا می‌شود یک حکم حکومتی صادر فرمایند که دروغگویی و دادن گزارش و آمار غلط ممنوع شود و وزارتخانه‌ای با نام وزارت مبارزه با دروغ سیستماتیک تأسیس شود. عرض کنم خدمت شما که شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته در مورد آمار شرکت مردم در انتخابات، استناد از مراکز ارائه اطلاعات حاکمیت است که 40 سال است دروغ به خورد مردم ایران و جهان می‌دهد و دم خروسشان در فاجعه اصابت مشک به هواپیما را حداقل دیدیم. چرا این سوال مطرح نمی‌شود که حتی یکی از خبرگزاری‌های معتبر جهانی نبایستی برای رویداد انتخابات ایران نمایندگی در این کشور داشته باشد؟ و عرض کنم خدمت شما که یک پیام دیگر رو هم بخونم برای شما. سارا نوشته شرکت نکردن مردم در انتخابات بهترین رفراندوم بود، مردم نشان دادن تا چه اندازه برای حرفای آقای خامنه‌ای اهمیت قائل هستند. بله، آقای خامنه‌ای گفت انتخابات تکلیف شرعی است و ما تکلیف شرعی من را به جای نیاوردیم. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان گرامی. اجازه بدید که بریم سراغ خبری دیگر. در افغانستان توافق به کاهش خشونت ها از 12 شب به وقت این کشور آغاز شده و قرار است به مدت 7 روز ادامه داشته باشد. تا کنون هیچ خبری از عملیات و حمله از دو طرف گزارش نشده. شماری از شهروندان در ولایت های ننگرهار و قندهار هم به خیابان ها برآمدند و خوشحالیشان نسبت به آغاز کاهش خشونت ها را نشان دادند. اجازه بدید که با امین الله حبیبی صحبت بکنیم، کارشناس نظامی و مشاور پیشین نیروهای ناتو در افغانستان که با ما هستن. آقای حبیبی وقت شما بخیر. تا چند اندازه ممکنه این مدت کاهش خشونت ها با چالش روبرو بشه؟ آیا نگرانی در این زمینه هست؟ با سلام به شما و پرس کنم شنوندگان شما و بینندگان شما. ببینید، من معتقد هستم که این کاهش خشونت در واقع آتش بس هست، ولی آتش بس غیر رسمی، و معتقد هستم که طرفین به این آتش بس پایبند باقی خواهند ماند، برای اینکه تصمیمات در سطوح استراتژیک گرفته شده
و هم دولت افغانستان مایل هست که آتش بس دوام بکند و همین که طرف مخالف در واقع تصمیمات استراتژیک خودشان را در عالی ترین سطح گرفتن. آنچه که در این اعلامیه یا در این تصمیم اعلام شد کاهش خشونت و نه آتش بس، دلیلش به نظر من ترس طالبان از این بود که اگر آتش بس به صورت رسمی اعلام شود، تجربه گذشته از سه روز عید که آتش بس شد تکرار شود، که نیروهای طالبان وارد شهرها شوند در تماس با مردم و این باعث شود که فروریزی را در جبهه جنگ طالبان ما مشاهده بکنیم. بنابراین به نظر می رسد که پرهیز کردن از این که نام آتش بس رو این گذاشته شود. در اعلامیه هم که طالبان شما می بینین در سایت شما هم هست که آمده که این خشونت ها کاهش پیدا بکند، طرفین به هم دیگه حمله نکنند، ولی نیروهای طالبان هم وارد شهرها نشند، در تماس با نیروهای دولتی قرار نگیرند، منع کردن آنها را و حتی گفتند که مجازات خواهند شد. و این به نظر من کوشش میکنند طرف مخالف طالبان که این حربه خشونت را یا این حربه عرض کنم که نظامی را از دست ندهند. بله. آقای حبیبی، چقدر این اهتمام وجود دارد هر جانب هر دو طرف که این کاهش خشونت ها بر حال رعایت بشه؟ این به احتمال خیلی زیاد حتما رعایت خواهد شد. از طرف دولت افغانستان که مانعی نیست، خوشحال میشوند مردم افغانستان، نیروهای نظامی که این جنگ نباشد. از آن طرف هم به نظر من تصمیم در صدور رهبری طالبان گرفته شده و حلقاتی که پشتبان این پروسه هستن و همچنین ایالات متحده آمریکا که این آتش بس دوام بکنه. این آتش بس یک تجربه خوبی خواهد بود و به نظر من اینکه حالا چه تحت نام آتش بس چه تحت نام کاهش خشونت ها، این که در این چند روز، در این هفت روز بعد از 40 سال مردم افغانستان شب وقتی به بستر میرن فکر میکنن که فردا صبح وقتی بلند میشن جنگی نخواهد بود، مادر طفلش را و بچه خودش را از دست نخواهد داد، به نظر من یکی از بهترین تجربه هایی است که مردم افغانستان که کمیاب بوده در این 40 سال تجربه میکنند. و آقای حبیبی، سوال دیگه که از شما داشتم این هستش که بعد از این دوره 7 روزه باید منتظر چی باشیم؟ چه انتظار میره؟ به نظر میرسد که این پیوند خورده، این دوره 7 روزه با امضای توافق با ایالات متحده آمریکا. وقتی اون توافق امضا میشه، بعد از آن قرار است که تا در روزی دیگر مذاکرات بین الافغانی شروع شود. و در این مذاکرات به نظر من تا این مذاکرات احتمال داره که یک دوره کوتاهی است و در اعلامیه طالبان هم گفتن که در اونجا دستورالعمل تازه خواهند داد و معلوم نیست که آتش بس ادامه خواهد کرد یا نه، ولی امیدوار هستیم و افغان ها امیدوار هستن که وقتی این پروسه آغاز شده دوباره به جنگ بر نگردیم و این کاهش خشونت ها تبدیل شود به یک آتش بس دائمی. خواست دولت افغانستان، خواست مردم افغانستان هم همین است و امیدوار هستم که جامعه بین المللی هم در این زمینه پافشاری بکنن که این کاهش خشونت ها به آتش بس دائمی تبدیل شد. و سوال دیگه که از شما داشتم اینه که صحبت از مذاکرات بین الافغانی کردید، به هر حال پس از اعلام نتایج انتخابات در افغانستان همین چند روز پیش بحث ها بالا گرفت. یکی از دو کاندیدا آقای عبدالله گفته که برای خودش دولت تشکیل خواهد داد، چهره های سرنشناس از او حمایت کردن. این توافق، این رعایت کاهش خشونت رو در سایه اعلام نتایج انتخابات اگر بخوایم نگاه بکنیم، تا چه اندازه این تصویر افق روشن هست؟ ببینید، در این تنش ها و مشکلات سیاسی داخلی احتمالاً روی کاهش خشونت ها و تصمیم کاهش خشونت ها تأثیری نخواهد داشت. منتها اینکه این بحران سیاسی که در داخل کشور هست ممکن است که مذاکرات بین الافغانی را دچار چالش بکند، برای اینکه هیئتی که از این طرف انتخاب می شود یک هیئت باید منسجمی باشد که از تمام طرفین روی آن تعهد داشته باشند، وحدت داشته باشند و عرض کنم که به نمایندگی از مردم افغانستان تعیین شود. اگر این بحران سیاسی ادامه پیدا کند و این مشکلات پیش بیاید، هیئتی که تعیین خواهد شد دچار مشکل خواهد شد که از طرف کی و چگونه و ترکیبش چگونه باشد. به نظر من امیدوار جامعه بین المللی هم در این زمینه کار میکنن و امیدوار هستم که تا ختم این هفته و در روزی که آماده میشوند برای مذاکرات بین الافغانی، این یک راه حلی برای این بحران پیدا شود تا بتوانیم یک هیئت
که از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکند تعیین شود تا وارد مذاکرات بین الافغانی شود. سپاسگزارم امین‌الله حبیبی، کارشناس نظامی و مشاور پیشین نیروهای ناتو در افغانستان، که از طریق اسکایپ با ما از کابل صحبت می‌کردن. صحبتتون بخیر شنوندگان عزیز. اجازه بدید پیش از آنکه بازگردیم به انتخابات در ایران، بریم سراغ خبرهای ورزشی به دور از سیاست. علی آخوندان و خبرهای ورزشی امروز. خبرهای ورزشی رو با خبرهای از تیم ملی فوتبال ایران شروع می‌کنیم. دیروز رنکینگ همون رده‌بندی فیفا اعلام شد و تیم ملی ایران کماکان رتبه دوم خودش در آسیا رو حفظ کرد با 1489 امتیاز، همینطور رتبه 33مش در جهان. تیم اول آسیا در این رده‌بندی ژاپن هست که 28م جهان و 1500 امتیاز داره، اما تیم اول جهان بلژیک با 1765 امتیاز، تیم دوم فرانسه است با 1733 امتیاز و تیم سوم رده‌بندی جهانی برزیل است با 1712 امتیاز. دیروز خبری هم اومد راجع به شروع اردوی تیم ملی که آقای اسکوچیچ اعلام کرد که اردو از 27 اسفند ماه شروع میشه تا تیم ملی تمام زمان ممکن برای بازی با هنگ کنگ رو در اختیار داشته باشه، هرچند که بازی استقلال و فولاد 28 اسفند گفته شده که بازیکن ملی پوش این تیم در صورت دعوت به تیم ملی یک روز بعد از این مسابقه میتونن به اردو ملحق بشن. خب ایران 7 فروردین با هنگ کنگ در مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا بازی داره و بازیش هم شاید بشه گفت در گذشته خیلی حساس نبوده، اما الان هر بازی تیم ملی ایران حساس است با توجه به وضعیتی در جدول داره. 2-1 به عراق باخته ایران و 1-0 به بحرین. در جدول این گروه عراق با 11 امتیاز صدرنشین است، بحرین 9 امتیازی هست در رتبه دوم، ایران با 6 امتیاز در رتبه سوم قرار داره، که خب دو تیم صعود میکنن و ممکنه وضعیت ایران خیلی پیچیده بشه اگر که نتونه تمام بازی‌های خودش در دور برگشت رو ببره. در مورد مسابقه تاریخی بوکس بگو که قرار است در لاس وگاس شنبه شب برگزار بشه. مسابقه سنگین وزن جهان از منظر سازمان WBC امشب یا به نوعی میشه گفت بامداد فردا برگزار میشه، ساعت 5 صبح یک شنبه 23 فوریه به وقت گرینویچ در لاس وگاس هست. 15 ماه بعد از مسابقه جنجالی گیانتین والدر و تایسون فیوری که در لس آنجلس برگزار شد و خیلی هم گفتن در اون مسابقه فیوری برنده شد اما به هر حال با تساوی انجام شد، این مسابقه در لاس وگاس برگزار میشه. مسابقه فوق العاده مهم، فوق العاده حساس، که اگر فقط بخوام به قیمت بلیتاش اشاره کنیم گفته میشه که الان در بازار سیاه از $425 تا $10,000 به فروش میرسه. خب وایلدر مدافع عنوان قهرمانی هست، 11 بار اگر موفق انجام این کار بشه مقابل فیوری از عنوان خودش در سنگین وزن بوکس جهان دفاع کرده که به این ترتیب از رکورد محمد علی افسانه میکسر بوکسوری که 43 مبارزه بدون شکست بوده. اما تایسون فیوری که عنوان قهرمان جهان خودش رو در رینگ از دست نداد به دلیل مشکلات مربوط به دوپینگ مسابقه ندادن از دست داد، بوکسوری که در واقع مشکلات زیاد داشت و دوباره برگشته در مسابقه قبلیش در ماه سپتامبر مقابل اتووالین به رینگ رفت و 47 بقیه خورد بعد از مسابقه، اما انقدر قدرتمند هست که دووم آورد. اما اگر بخوام پیش بینی افراد و کارشناسان معتبر در دنیای بوکس رو بدونیم، آنتونی جاشوا بوکسور انگلیسی که 3 کمربند دیگه سنگ وزن جهان از منظر سازمان WBO WBA و IBF رو در اختیار داره گفت امیدوارم فیوری ببره، بار اول بسیار نزدیک بود و من مطمئنم که این بار اشتباهات اون دفعه تکرار نمی‌کنه و برمیگرده و مسابقه رو می‌بره. ایواندر هالیفیلد گفتش که وایلدر به خاطر اعتماد به نفس بالا و تمام چیزهای درستی که موجب شده بوکسر بزرگ بمونه برنده این مسابقه میشه. مانی پاکیو قهرمان در واقع سوابق از پیشین جهان گفتش که هرگز روی حریف یک مکسن قهار سر نمیبندم، به خصوص اگر اون مکسن دیونتی وایلدر باشه، گفت به نظرم اون میبره، همونطوری که من همیشه میگفتم که مایک تایسون مسابقه‌اش رو میبره و پیش بینی دقیق‌تر نمیکرد، گفت وایلدر در راند دهم با ناکوت میبره. اما شوگر ری لونارد گفت فیوری توانایی‌های فوق‌العاده‌ای داره که موجب شد دو بار در مسابقه قبلی ناک داون بشه و بلند بشه مسابقه‌اش رو ادامه بده، اما انتخابش گفت که وایلدر هست چون همیشه روی فرم بوده و از سرعت و قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
عرض کنم که لحظاتی قبل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده که اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از قطعی شدن نتایج انتخابات در 23 حوزه انتخابی خبر داده. اکثرا شهرهایی که نگاه میکنم شهرهای کوچک هستند. اجازه بدید که با فرشته قاضی همراه بشیم برای مرور آنچه که گذشته و ببینیم که اوضاع از چه قرار است. چه خبر تازه‌ای دارید خانم قاضی؟ خبر تازه همینی که گفتی، در واقع این که شروع کرده وزارت کشور به دادن آمار رسمی در مورد کسانی که به مجلس راه یافتن در رابطه با میزان مشارکت همچنان سکوت برقرار هست و اونطور که قبلن سخنگوی وزارت کشور گفته بود فقط وزیر کشور قرار هست اون هم میزان مشارکت کلی کشوری رو اعلام کنه. خبرگزاری خبر آنلاین همین حالا تیتر زده مجلس 11 به تصرف اصولگرایان درآمد، سهم ناچیز اصلاح طلبان. این خبرگزاری نوشته ماراتون انتخابات مجلس 11 نیمه شب روز گذشته 2 اسفند به پایان رسید و حالا همه چشم به وزارت کشور دوختند. این خبرگزاری همونطور که به شما گفتم گفته که اعلام اولیه نتایج انتخابات مجلس 11 هرچند غیر رسمی در برخی حوزه‌ها نشان میدهد اصولگرایان در این ماراتون پیشتاز رقابت هستند. خانم قاضی، بریم سراغ میزان مشارکت. به هر حال همونطور که خودتون هم گفتین بسیار بسیار گنگ هست میزان مشارکت. قرار نیست که حوزه به حوزه یا استان به استان اعلام بکنن میزان مشارکت رو. چی میدونیم تا این لحظه در مورد میزان مشارکت که میدونیم مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله خود آقای خامنه‌ای بسیار روش حساس بود از اینکه انتخابات تکلیف شرعیه، انتخابات جشن ملی، مجلس قوی، انتخابات جهاد. چی میدونیم در مورد مشارکت؟ هنوز آمار رسمی اعلام نشده و ما نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، اما آمار غیر رسمی که تا حالا وجود داره تا ساعت 6 بعد از 6 عصر روز انتخابات خبرگزاری فارس از مشارکت 40% در کشور و مشارکت 30% در استان تهران خبر داده بود. همینجا بذار مقایسه بکنیم با میزان مشارکت در دوره قبلی. میزان مشارکت در دوره دهم، دوره پیشین که در 4 سال پیش برگزار شد 62% در کل ایران بود. گفتین چقدر؟ گفته 40% حالا. بله 40%. و در تهران 50% بوده دوره. الان 30%. البته ساعتش تا 6 گفته بود. میدونیم که تا ساعت 12 شب ادامه داشت. بله. این در واقع رأی گیری. اما خانم فاطمی آجرلو که خودش کاندیدا هست توی این انتخابات از نزدیکان محمود احمدی نژاد نماینده سابق مجلس، ایشون آماری رو منتشر کرده با تفکیک استانها، تعداد واجدین شرایط، تعداد کسانی که مشارکت کردن در کل کشور. ایشون 41% اعلام کردن میزان مشارکت رو، یعنی از بیش از 57 میلیون نفری که واجد شرایط بودن بیش از 24 میلیون نفر به گفته ایشون شرکت کردن. در تهران رو ایشون 39% اعلام کردن از بین واجدین شرایط. وقتی نگاه میکنیم به آمارهایی که دادن، جز چند استان معدود بقیه همه زیر 50% هست مشارکت ها بر مبنای اعلام خانم آجرلو. و خبرگزاری های مختلف هم همونطور که به شما گفتم حرف های مختلف زدن. روزنامه ها هم به هر حال کوشش کردن از آنچه که دیروز اتفاق افتاده حماسه ملی به هر حال یاد بکنن. این روی کرده همیشگی البته رسانه ها هست بعد از هر انتخاباتی در ایران، خصوصا این دوره بعد از اینکه آقای خامنه‌ای معمولا حرفی رو میزنن رسانه ها همون کلمات رو، همون واژه، کلید واژه رو استفاده میکنن، بارها تکرارش میکنن به عنوان یک واقعیت. مثلا اینکه جشن ملی هست آنطور که آقای خامنه‌ای گفته. روزنامه کیهان اما تیت زده مردم با رأی خود قاتل شهید سلیمانی را تیرباران کردند. یکی از ویژگی های این انتخابات این بودش که مشارکت مردم رو به هر حال به نوعی حمایت از نظام تلقی میکرد و راهگشا برای آینده، مخصوصا آقای خامنه‌ای حتی دیروز همینطور گفتن. درسته؟ همینطوره. ببین اتفاقی که افتاده این هست که این انتخابات در چه شرایطی برگزار شده. اعتراضات آبان رو داشتیم که هنوز که هنوز جمهوری اسلامی هیچ آماری از تعداد کشته شدگان این اعتراضات نداده، چیزی که به شدت از سوی افکار عمومی مورد سوال هست. سرکوب شدید معترضان،
پشبند اون ما ساقط کردن هواپیمای اوکراینی رو داشتیم توسط موشک سپاه و کشته شدن مسافران این هواپیما که احساسات بسیاری از مردم رو جریحه‌دار کرد توی و جمهوری اسلامی سه روز تمام مقامات از دولتی ها تا بقیه دروغ گفتن در رابطه با این اتفاقی که افتاده بود و این بیشتر باعث عصبانیت مردم شد. در چنین شرایطی به یک نمایش مشروعیت حکومت نیاز داره، چیزی که همیشه سعی کرده از راهپیمایی ها تظاهرات رسمی بگیره تا انتخابات که به نوعی بگه مردم برای ما اومدن، برای نظام اومدن علارغم این اتفاقاتی که افتاده. این انتخابات ماراتون بود از جمله برای شما خانم قاضی، میدونم که روز گذشته اینجا هستید و همچنان روز طولانی پیش روی شما هست. بسیار سپاسگزارم از شما، بسیار سپاسگزارم از همه مخاطبان این برنامه. فیروزه اکبریان و جلال فرهنگ تهیه کنندگان، علی همدانی هستم و بسیار سپاسگزارم گذارم که تا اینجا با ما بودید. پخش برنامه های ما امروز زودتر از همیشه آغاز خواهد شد برای پوشش انتخابات مجلس و نتایج آن. در ایجان فرصت دارید تا اظهار نظر بفرمایید. در طول برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی مرتبا اونها رو خواهیم خوند. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام. تا بعد، اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.